تا زمانی که حکومت افغانستان فکر از این رو نکنه که چی رقم خودکفا میشه و میتونه کرده که از مالیات و عایدات خود چی رقم دوباره به مردم خدمات عرضه کنه. در حالت فعلی همه مردم افغانستان به شکل از اشکال مالیات میپردازن، چون اکثر ما مملکت مصرفی استیم، خب مال وارد میشه، وقتی که وارد میشه و پس دوباره سر مردم افغانستان فروخته میشه، سر هر نوع مال هر فرد افغانستان حتما به شکل از اشکال مالیه داده، شاروالی داده، صفایی داده، اگه داده مردم در مقابل از اینا هیچ نوع خدمات نمیبینه، چرا اکثر وقت با مخصوصا در 16 سال آخر یا در سالهای بسیار متمادی گذشته هم حکومت افغانستان تا مصرف خود پوره کردن نتانسته. 80% زیادترین جایی که کرده 80% بوده که نتانسته کرده که معاشات و مصارف خود پوره کنه. رای بیرون رفت هزی هم وجود داره. رای بیرون رفت هزی است که مراکز عایداتی افغانستان مثل گمرکات پردن. گمرکات اگه یک گمرک بسیار خورد با غلام خان یا جای 200 میلیون فرزند در امسال عاید کرده، برای بسالی را بگذارین به داوطلبی به 220 میلیون این را بسیار به سادگی یک قشر اقتصادی میتونه کرده قرارداد کنه، هم 10% 20% زیادتر از عاید سال گذشته کرده داده میتونه و مصرف پرسنل و اینایش هم همین مامورین هم در گردن از همون انداخته میتونه. به این صورت اگر شما ترانسپورت، برای ترانسپورت در حدود 1000 میلیون افغانی عاید داره، مرم 600-700 میلیون افغانی دوباره مصرف وزارت ترانسپورت و مامورین و دیگرش میشه، یعنی هیچ فایده ای برای مردم از این نمیرسه. اگر این رو بگذارین گمرک شاروالی ها را، اگر شما صفایه شاروالی های هر منطقه را به داوطلبی جدا بگذارین و معیار هم این بگذارین که سال گذشته مثلا 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون یک منطقه کوچک داشته، به سال دیگهش میتونین کرده که داوطلبی را از 25 میلیون اینا شروع کردن، یعنی 10% و هر سال هم اضافه کرده. در این صورت حکومت افغانستان در ظرف چند روز عاید به دست میاره و مصارفش از گردنش میپره و این مصارف دوباره میتونه کرده که تصدیهای دولتی رو فعال کنه، فابریکات رو فعال کنه، کشت اقتصادی رو فعال کنه، سرمایه گذاری رو فعال کنه، برای مردم خدمات عرضه کنه، ترمیم سرک و پل و اینا رو کنه و یک قسمت عمدهش میتونه کرده در بخش دفاعی افغانستان، برای پلیس افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای پانتون افغانستان، برای چیزهایی که مردم ببینن که به شکل عمده برایشان خدمات در مقابل مالیاتشان و در مقابل صفایی و ایناشان خدمات عرضه شده میره. رای چاره دیگه به غیر از این، چرا امروز شما اگر گمرک، من چرا اینقدر مطمئنی میذارم هر گمرک افغانستان که مثلا جدیم اینا یک بر سهش در جایی بسیار خوبش عایداتش به دولت میرسه، دوی بر ایش یعنی قسمت عمدهش به فساد و به رشوت و به دیگرا گرفتار میشه و این زمینه را برای از این وجود آورده که مامور دولت به فساد خود روز به روز پولدار شده بره و تاجر افغانستان و کسایی که مارکت می چلانن چی از دوکاندار و دیگر و اینا از صحنه برآمده برن. بهتر است که افغانستان سر مفکورای فکر کنه. وقتی که بازار آزاد میگن، بازار آزاد معنیش است که حکومت کمترین دخل داشته باشه، برام زیادترین نظارت داشته باشه و برای مردم اوزی داده باشه. در این حالت حکومت روز به روز بزرگ شده رفته و به جای در مقابل هر ریاست 4 تا ریاست و 4 تا کمیسیون جور شده، در مقابل هر وزیر 40 تا مشاور اینا، و این غیر از این که عادلانه نیست برای یک ملکی که با اقر گرفتار است، بلکه این زیادتر تنفر مردم از مالیه دادن، از سکس دادن، از صفایی دادن و اینا ایجاد میکنه. دو سه مثالی که من برات دادم، چی از ترانسپورت، چی از شاروالی، چی از صفایی، من به صدا چیز وجود داره که میتونین کرده. شما عقل و بور میتونین کرده به می حالت برین، شما ترافیک میتونین کرده که به قرارداد بدل کنین، شما حتی
پلایی را که به مناطق کوچک وجود میه میتونین کرده که به شکل بسپارین که جایی که مردم به جاله و اینا میرفتن خود 2 روپیه 5 روپیه 10 روپیه میدادن که در مقابل چیزایی که حکومت میسازه دوباره یک مصرف ثابت به وجود بیاید از مردم و اینا و سیستم مالیدهی و اینا آنا به شکل بیاید که اونا ببینن که پول را که میتن در مقابلش چی ضروریاتشان از طرف دولت مرفوع میشه.